سلام به عزیزانم، امیدوارم حالتون خوب و خوش و سلامت و سلامت باشید. با ویدیو دیگر از سری ویدیو علوم غربی الهیات من در خدمتتون هستم و امیدوارم ایام به کامتون باشه. واقعا کفریمون کردن خیلی ها، واقعا یک ذره از علوم و متافیزیک نمیفهمن و دارن چه ادعاهایی میکنن و چه پیچهایی و چه کلیپ هایی میزنن و چه چیزایی میگن به مردم. بابا به خدا، به هر کسی که شما میپرستید، دعا نویس معروف بودن، ترس نویس معروف بودن، بزرگ بودن، به تعداد لایک ها و به تعداد دنبال کننده ها و به تعداد اینجور چیزها نیست. به خدا به این نیست. چرا ما متوجه این موضوع نمیشیم؟ حالا ما برای مثال ببینید، یک مثال ساده براتون میذارم. شما برید توی اینستاگرام، برید نگاه کنید یه دختر اومده یه عکس از خودش گذاشته، اینجوری کرده با انگشتش. هزار و میلیون و میلیارد و میلیارد و تریلیارد بیلیون لایک خورده و کامنت زیرش خورده و یک نفر میاد یک آیه قرآن می‌نویسه. اگه 10 تا قرآن هم بذاریم کنار، یک مطلب مفید رو بگه، مثلا برای مثانه چنین چیزی درمان هست. ببینید چقدر فرق میکنه اون دختر که اینجوری کرده چقدر لایک خورده. به خدا لایک ها و دنبال کننده ها و اینجور چیزها ملاکی به معروفیت اون شخص ندارن. ببینید عزیزان من، مثلا یک نفر یه روز ازم پرسید، گفت اینجور این چه جور آدمیه توی کتابی که گرفتی؟ گفتم این ها در مقایسه با یه شخص دیگه، گفتم این دلصافتر از اینه. گفت نه استاد اشتباه میکنه، این خیلی گنده، این خیلی فلانه. گفتمش مگه من گفتم خیلی خوبه؟ خیلی فرق هست بین این دلصافتر و خوب. ما مثال میزنیم، یک لاشه یک حیوان مرده بوی گند میده دیگه و یک ماهی بوی زهر میده دیگه، درسته؟ بپرسید 90% ماها میگیم نه، بوی زهر بهتر از همون گندیه که از اون لاشه بلند میشه. آیا این دلیل میشه که این بوی زهر خوبه؟ نه، دوتاشون بدن، ولی این بهتر از اون توی بد هاست. اوکی؟ این تا اینجا. حالا ما بس اصلیمون این نیست، بس اصلیمون یه چیز دیگه است، ولی این یه پرانتزی براتون باز کردم که متوجه بشید بابا بزرگ بودن به اینجور چیزا نیست و به ربط هم داره. ببینید یکی به من مراجعه کرد، پولدار هم بود، خیلی هم پولدار بود. چجوری گول خورده؟ چی بهش گفته بود طرف؟ طرف بهش گفته این کتاب به من قدیمیه، نگاه کن برگاهاش پاره پوره است و فلان فلان. نمیدونه که اصلا کلا دعا نویس، ترس نویس، کسی که ادعای ترس نویسی، دعا نویسی میکنه، ادعای راهب بودن، ادعای استاد بودن رو میکنه، اصلا کتاب نباید داشته باشه. کتاب نباید داشته باشه. کتاب یعنی چی؟ میبینید من ترس براتون درست میکنم، میگم از شمس المعارف، از فلان، از طوخی، از فلان فلان. واقعا فکر میکنید یعنی کلا باید از اونجا بنویسیم؟ نه، من باید براتون یه آموزش بذارم دیگه. نمیتونم بهتون بگم وقتی اومدید ترس بنویسید مثلا بگید فلان بلد، بگید فلان. نه، باید براتون یه چیزی بنویسم، باید بهتون بگم که اینجوری مینویسن. حالا شما وقتی میرید واسه مدرسه کلاس اول که هستید، بهتون میگن 1000 ضرب 1000 یا میگن یک به اضافه یک دو میشه؟ یقینا یک به اضافه یک رو بهتون میگن دو میشه، ولی بعدا میرسیم به مرحله پیچیده و اینجور چیزا. خب مرحله پیچیده کتانجان و نمیدونم چیچنجان و اینجور چیزا دیگه، درسته؟ کوسینوس و اینجور چیزا میرسیم به اینا. ولی سر درس وقتی تموم میکنی و فارغ التحصیل میشی، دیگه کتانجان و متانجان دیگه کاری باش ندارید دیگه. اگه مهندسی، اگه خلبانی، دیگه خلبانی تو دیگه. نمیای کتابو بگیری کتابو رو نگاه کنی دنده عوض کنی یا کتاب نگاه کنی صحبت کنی با بیسیم برای ارتباط گرفتن با برج مراقبت، درسته یا نه؟ یعنی کسی که میره حساب داره بانک میشه، کتابش جلوشه، نگاه میکنه توی دانشگاه چی میخوند؟ نه دیگه، کارش انجام میده دیگه، بس کاری نداره به کتاب. طرفشون میگه من کتابم خیلی خیلی قدیمه، این ویدیو شاید طول بکشه، کتاب من خیلی قدیمیه و من ترس نویس بزرگی هم. گند بزنه به اون ترس نویسی که بخواد در مورد کتاب بگه. ترس نویس باید کتاب داشته باشه؟ پس ترس نویس نیست، این دانشجوه، درس داره میخونه با اون کتاب.
کتاب چیه؟ یعنی چی؟ یعنی من میخوام اینو بفهمم. من کتاب دارم، کتاب دارم و از کتاب دارم مینویسم. یعنی چی؟ از کتاب آموزش میدم، از کتاب آموزش میدم. همونطور که دارم بهتون میگم شمس المعارف کبرا، شمس فراهیدی، نمیدونم فراهیدی ببخشید شاعره، البونی و اینجور چیزا میگم، از کتاب فلانی و براتون از کتاب میریزم. پس از کتاب نوشتن برای آموزش دادنه، نه از کتاب نوشتن برای تلس نوشتنه. تلس نویس میاد از کتاب برای شما بهش مراجعه میکنی برات از کتاب مینویسه، کتابو میاره برات نشونت میده میذاره پیشش و نگاهش میکنه که چی بشه، که بدون تو مراجع به اون کتابی، نه اینکه بیاد بهش بگه من کتاب قدیمی دارم. کتاب قدیمی بخورت سرت. کتاب قدیمی چیزی که نوشته و تعریف شده است. واسه من فلان کوکب این واسه نوشته شده 1300 سال پیش، چطور میخوای هم برای من بنویسی هم برای یکی دیگه؟ من توی بیابون باشم، این بیابونه و من توی این بیابون هستم و یک نفر اینجا افتاده داره جون میکنه، داره جون میده و این جن مستش کرده و من توی بیابونم، کتابم برای چی بودم؟ یعنی من چه تلس نویسم، چه دانه نویسم، چه استادی هستم که وقتی به این برخورد میکنم و کتابم همراه هم نباشه نتونم اینو نجات بدم؟ آره دیگه، علوم غریبه حفظ کردنی نیست. چه بخوای حفظش کنی؟ یا بیای از کتاب بنویسیش. علوم غریبه اصلا ابداع، علوم غریبه اصلا کلا هنره. بارها گفتم و بارها و بارها گفتم دو تو این 3-4 سال و 3 سال که دارم میگم هنر داشته باشید، از خودتون خلق کنید. نگاه کنید این علامت وقتی می‌نویسیم تو چند جا نوشته میشه، ترکیبش کنید. تلس ترکیب، اصلا تلس یعنی ترکیب. ننوشتن تا حالا دیدی کسی بخواد برای ریاضیات امتحان ریاضیات بخونه، امتحان ریاضیات بده، میره ریاضیات میخونه، نه تمرین میکنه که چی کار کنه که قبول بشه تو امتحان، درسته یا نه؟ بس علوم غریبه هم همینه دیگه، تمرین کردی تو که بتونی قبول بشی و وقتی قبول شدی دیگه نمیای امتحان بدی، دیگه تو قبول شدی، استاد شدی، میای از کتاب مینویسی؟ دروغه. یارو مثلا میبینی توی یوتیوب، خب میدونی چقدر سخت دنبال کننده، یا بری بخری که به خریدنش هم اندازه خریدن آبه، زیاد هم گرون نیست. میبینم هر 2000 تا نمیدونم چقدر، فکر کنم 300-400 هزار تومنه. آره طرف یارو میاد برات مینویسه، کتابو گرفته جلوش، این اینجوری، اون اینجوری و خط کشیش میکنه و این اینجوری و این اینجوریه. نه، اون آموزش که دارم بهتون میدم اون برای آموزشه، نه برای تلس نوشتنه. من دارم آموزش میدم از کتاب، نه تلس مینویسم از کتاب. من یعنی مثال سلام استاد برهان، خوبید؟ خیلی منو متشکرم استاد برهان. من جن تابع دارم، جن عاشق دارم تو زندگی. من میرم از کتاب نگاه میکنم و براش حلش میکنم، نه بهش میگم بشی رو برو، یا تابع، یا محتال، یا جن، یا فلان بدبختی، اینو براش میخونم دیگه. ابتعد عن هذا الانسان فهو من آدم وانت من جان، فهو من بطن انسان وانت من صلب جان، اینو انا میخونم براش دیگه. ادعيك الى محكمتك، الى محكمه شمور ملك الجان، اینو میخونم دیگه. نمیرم رو از اون کتاب براش مینویسم، باید درجا من نجاتش بدم، درجا براش کار انجام بدم. علوم غریبه میگه تو هر چیزی که موکلت بهت گفت و تو فهمیدی که مثلا میتونی روی این اضافه کنی، میتونی اینا رو انجام بدی. اصلا موکل، اصلا بعضی اصلا نمیدونن موکل چه، چون فقط شنیدن نمیدونن. فکر میکنن موکل مثلا، موکل مثلا بهش میگی برای طرف میاد بهت میگه تو برای من این کارو بکن، اگر واقعا راست میگی مثلا من دارم به چی فکر میکنم، یا من به قول گفتنی من پشت تلفن بحث میزنم، من چی پوشیدم؟ بدبخت، من 20 سال از عمرم گذاشتم که بدونم تو چی پوشیدی. اینه طرف میاد اصلا یه حرفایی رو میزنه، یه چیزایی به آدم ها میگه، اصلا شاخ در میاری. و کسی که راستش میگه دیگه کلا آدم بدیه، نباید راستش بگی، ترورت میکنن با حرف. این علوم غریبه، هر کسی متوجه حرفای من نشده به این واضحی بازم بگه که براش توضیح بدم. عزیزان من، کتاب و نوشتن شمس المعارف، کتاب های البونی و هر کسی توی علوم غریبه، شعبه های هر کسی، این کتاب ها برای تلس نوشتن نیستن.
اینا برای آموزشن، برای درس خوندنه. به نظرتون چرا طرف، نمیخوام اسم کسی رو بیارم، چرا طرف داره میگه، ببین داره میگه همه لغت خوندن، چرا میگه ال ببین میگه الرقیه میری تجدید بقرآن دیگه اینجوری میشه دیگه، الرقیه الشرعیه، چرا میگه اینو؟ چون اینجوری دیدش، چون شاید هم نتونه بفهمه کلان تجدید که اینجا بیاد حرف تکرار بشه، تکرار میشه، اینو دیده و با استناد به این که شنیده یه دختری هست به اسم رقیه شنیده و دیده. رقیه ما خیلی داریم توی فرهنگمون، اسم رقیه میذاریم، و با استناد به اون وقتی اینو ببینه، ببینید وقتی ببینه اینو یه جایی ببینه، این تجدید معمولا نمیذارن، تو 80% جهات تجدید نمیذارن کلا نشون، ببین اینجوری میبینه، اینجوری میبینه، وقتی اینو میبینه چی میخونتش؟ بازم یه چیزی بهتون بگم، بذارید ببینید، بریم سراغ علم مغز و ناخودآگاه و دانش ناخودآگاه. عزیزان من دستم الان اینجا میذارم و یه چیزی رو مینویسم، ببینید تا من دستم رو بردارم شما میخونید، کتاب افتاد زمین، تموم شد رفت. حالا نگاه کنید، حالا ببینید چه اتفاقی میفته. اگه تونستید اینو زود بخونید، دیگه نمیتونید بخونید اینو. چرا؟ چون مغزتون نمیتونه اینو بخونه، باید بخونش منتهی مهی، چون این تو مغزتون نیست، چیزی نیست که شما خونده باشید، وجود نداره این چیز. پس چه اتفاقی میفته وقتی مغزش، وقتی اینو میبینه با چشمش، مغزش رو غیر میبینه دیگه، رو غیر میبینه، تموم شده رفت. و وقتی خوندش و وقتی میخواد براتون بخواد یاد بده، چون کسی بهش آموزش نداده، فقط توی کتاب دیده، میاد براتون میخونه الرقیه الشرعیه یا رقیه الشرعیه، چون چه اسم الرقیه رو دیده دیگه، کسی نیومده بهش آموزش داده، بهش گفته آقا این رقیه، رق ببینید رق یه، این رقیه است، رقیه یعنی خوندن، و این رو غیه، اینا فرق دارن دیگه، فرق دارن. و چرا اینو میخونه رقیه الشرعیه؟ چون کسی بهش آموزش نداده، چون استاد نیست، چون استادی بهش یاد نداده، چون فقط خونده تو کتاب ها، چون فقط کتاب خونده، درس نخونده، کتاب خونده فقط، با براتون میخونه. اگه استادی بالا سرش بود بهش میگفت این رقیه الشرعیه نیست، خیلی طولش دارم این موضوع، ولی میخوام تو مغزتون بره. شما یکی میاد یکی براتون نمیدونم 20000 تا دنبال کننده، ای استاد زیاد چیزی مینویسید، من نمیگم استادم، هیچ دعایی ندارم، ولی روشن باشید، بیدار باشید. کتاب یعنی چی؟ کتاب داری تو یعنی تو تمام عمرت با کتاب میاری، یا یه چیز دیگه. یادتونه من ملک شه فل عام چطور گفتن؟ چند تا از تلز نویسه اومدن چالش گذاشتن، گفتن کی میتونه تسخیرش کنه؟ ببینید کی میتونه تسخیرش کنه؟ من نمیدونم 96 95 روز تو کسی تونستم تسخیرش کنم؟ آیا من به کتاب رفتم از کتاب تسخیرش کردم؟ نه، امتحان کردم، طبق اون چیزی نگاه کردم، به چی نگاه کردم؟ به این شه فل عام، کلن یک ماه، ببینید یک ماه و سه روز و یک سال نگاه کردم که چه چیزی بخون، چه چیزایی خوندیم برای موکل ها که یک سال فقط میتونیم داشته باشیمشون، چه چیزایی رو ترکیب کردم و تونستم مثلا اینو تسخیر کنم، اینا رو چیدم گذاشتم یه جا. چه چیزایی خوندم واسه اون موکل هایی که سه روز میتونن در اختیار من باشن، گذاشتم کنار هم دیگه و الی آخر، اینو حذف کردم، اونو اضافه کردم، تا تونستم به مرحله برسم که بتونم تسخیرش کنم، و تسخیرش کردم دیگه، کتاب رو کردم داشتم بهش، طبق علمی که توی سرم بود رسیدم به این هدف. بازم حرف هست، ولی واقعا خسته شدم من، یه مدتی هم نیستم کلن دیگه، همه براتون استاد شدن، ببخشید داد میزنم، این علمو از سر راه نمیوردیم، ولی واقعا دارن بهش ظلم میکنن. دوستتون دارم خیلی زیاد.
اندازه وزش باد. خدا حافظ عزیزم من.